بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الغنى بلا مال والراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله في مسألته بأن يكمل عقله، ومن أقل قنع بما يكفي، ومن لم يقنع بما يكفي لم يدرك القناع أبدا. انسان همین طوری که جسمش براش اهمیت داره و تلاش میکند که جسم رو سالم نگه داره و هم عقل حکم میکنه هم شرع، حفظ و صحه یکی از اموری است که هم عقل انسان حکم میکنه که باید حفظ بکنه صحتش رو، هم شرع هم حکم میکنه انسان نمیتونه به خودش به بدنش آسیب وارد برسونه. یکی از محرمات این هست، مثلا انتحار یکی از محرماته، کسی حق نداره خودش رو بکشه، چون این بدن مال ما که نیست که، بدن مال خداست. انا لله، هم روح ما و هم جسم ما همش مال خداست و این امانت در دست ما، باید حفظش بکنه. هم حفظ جسم لازمه و هم حفظ روح لازم. روح هم انسان بایستی حفظ بکن. این که به ما دستور دادن عقاید رو بیاموزیم، عقاید رو یاد بگیریم، این برای حفظ روح انسانه، به الا روح میلغزه، گمراه میشه. از درون نفس و از بیرون شیطان تلاش میکند که انسان رو منحرف کنه. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، این دشمن درونیه، دشمن بیرونی هم شیطانه. شیطان تلاش میکند که انسان رو بلغزانه. بنابراین حفظ روح یکی از واجباته. من حالا در آستانه ولادت حضرت مجتبی علیه السلام هم هستیم، البته نیمه ماه ولادت و بزرگواره، یه حدیثی یادم اومده از حضرت، حیف هم میاد چون شاید نرسیم شب ولادت بخونیم این حدیث رو. امام مجتبی علیه السلام میفرماد: عجبت لمن یتفکر فی مأکوله فیجنب بطنه اما یؤذیه ولا یتفکر فی معقوله فیودع صدره لما یؤتی. میفرماید من عجب میکنم از کسی که در خوردنی ها دقت میکنه. آقا اینو بخورم، ضرر داره، ضرر نداره، پاکه، تمیزه، اینو تفکر میکنه درش. اما ولا یتفکر فی معقوله، در واردات روحی هیچ تأمل نمیکنه.
فیود و صدره لما یعطی، این سینه رو این روح رو قرار میده هر چی میشه داخلش میریزه از درست و نادرست. حفظ روح هم یکی از واجبات، بلکه از اوجب واجبات این است که انسان روحش رو حفظ بکنه و روحش رو نگه داره. این که قرآن مجید راجع به منافقین این تعبیر بلند رو داره، نمی فرماد بدن منافقین مریضه، می فرماد فی قلوبهم مرض، اینا روحشون مریضه، قلبشون مریضه. این تعبیر قلب و من یادم هست مفسرین می گوین که اطلاق قلب در قرآن مجید به عقل و روح شده، اطلاق قلب. فی قلوب مرض نه اینکه بدن این موجود صنوبری داخل سینه منافقین مریضه، نه، شاید از ما خیلی سالمتر باشه، روحشون بیمار هست. زیل این آیه شریفه ان فی ذلک لذکرا، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. سوره مبارکه قاف ظاهرا، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ذیل این آیه شریفه قلب رو مفسرین تفسیر کردن به عقل، به روح تفسیر کردن. قرآن ذکره، اما لمن کان له عقل، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، سمع و القا بکنه و گواه باشه بر این. علی ای حال اینو عرض میکنم که حفظ و صحه همون طوری که لازمه نسبت به بدن، نسبت به روح هم لازمه. روح انسان آلوده نشه. این کتابای اخلاقی برای همینه که انسان سعی بکنه حفظ بکنه روحش. یه فرازی رو من از تاریخ عرض بکنم، بعد میپردازیم به این حدیثی که خونده شد از آقا موسی بن جعفر. این عبدالملک بن مروان سال 66 قدرت رو در دست گرفته، سال 65 یزید هلاک شده، یه 6 ماهی باباش مروان، مروان ابن حکم، 6 ماهی سر پا بود. بد نیست اینم بیوگرافی مروانم بدونید، این مروان یه آدم ملعونیه. عایشه بهش میگفت که تو در صلب پدرت بودی، حکم ابن ابی العاص، پدرتو پیغمبر خدا لعنت کرد. خیلی آدم خبیثی این مروان. این کارا رو دست عثمانی مروان داد، این خیلی آدم خبیثی. تو جنگ جمل هم این جنگ رو این در حقیقت اداره میکرد. 300 نفر از بنی امیه، شاید کسی خبر نداشته باشه این رو، تو جنگ جمل 300 نفر از بنی امیه اینها کمک میکردن طلحه و زبیر و عایشه رو برای برافروختن جنگ. وقتی که جنگ شکست خورد، نوع اینها فرار کردن رفتن شام، الا این مروان اسیر شد و آوردنش خدمت امیرالمومنین که به اصطلاح تسلیم بشد و بیعت بکنه. حضرت حاضر نشد بیعت بکنه او. حضرت حاضر نشد، فرمود کف و یهودیتن، خیلی تعبیر عجیبی، فرمود دست کف یهودی است. بعد فرمودن که این آدم به قدرت میرسه بعد از من، منتها قدرتش به اندازه این مقداره که، خیلی معذرت میخوام، که سگ زبانشو بیاره بیرون و بینیشو لیس بزنه. ولی هو ابوالاملاک الاربعه، این پدر یک کسی است که اون پدر 4 تا پادشاهه، پدر عبدالملکه، عبدالملک 4 تا پسرش پادشاه شدن، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک.
فرمود این به همین اندازه. بعد از یزید معاویه ابن یزید آمد سر کار، یه 40 روزی بود و رفت کنار و ایشون مروان قدرت رو در دست گرفت. یه 6 ماهی سر کار بود، زن یزید رو گرفت، زن یزید رو گرفت. یه پسری داره یزید به نام خالد، پسر یزید هست. ایشون خب مردم چون حکومت تو آل ابی سفیان بوده، توجه مردم به اینها بود. این مروان هم دلش میخواست یه کاری بکنه که این پسر یزید رو تحقیر بکنه، مبادا حالا داداشش استعفا کرده، معاویه ابن یزید قدرت رو این بیاد در دست بگیره. هر وقت میومد تو مجلس مروان تحقیرش میکرد، با یه حرف زشتی تحقیرش میکرد. آمد افسرا مادرش که زن یزید بود و بعد زن مروان شده بود، گریه کرد، گفت تو زن این آدم شدی منو تحقیرم بکنه؟ گفت من ترتیبشو میدم، مشکل نیست. تو قضاش زهر ریخت، دستور داد به کنیزا درهای قصر رو از داخل بستن. او زهر یه مدتی میگذره تا اینکه اثر بکنه. بعد از آنی که زهرش دادن، دستور داد بالش گذاشتن توی دهانش و نشستن، کنیزا روی دهانش خفش کردن و کشتندش. این که آقا امیرالمومنین فرمود که این به حکومت میرسه، اما حکومتش خیلی کوتاهه، به اندازه سگیست که زبانش رو بیاره بیرون و بینیش رو لیس بزنه، این مقدار حکومت میکنه. خب حالا اینا رو عرض کردم برای این مطلب. این که از بین رفت و هلاک شد، عبدالملک آمد سر کار، آمد سر کار و خیلی عجیبه اگر انسان زمان عبدالملک رو بخواد تاریخش رو بیان بکنه. یه نکته، یه خیلی دنیا آقا جایی بیوفاییه دنیا. یه پسر عمویی داره به نام عمرو بن سعید الاشدق، عمرو بن سعید پسر عموی این عبدالملک. این همون کسیست که یزید گذاشتش حاکم مدینه. وقتی سر مقدس امام حسین رو جدا کردند و ابن زیاد نامه نوشت، یا بعضی نوشتن سلام فرستاد مدینه، بلند شد نانجیب، رو کرد به قبر رسول خدا و گفت یومون به یوم بدری. این عمرو بن سعید اشدق گفت امروز جای روز بدر. کلام کفرآمیز به اینجا رسید اسلام که کنار قبر پیغمبر این نانجیب این سخن رو بگوید که اعترضه الانصار. انصار اعتراض کردن و گفت عجت نساء بنو زیاد عجتا که عجیج نسوتنا قدات الارنبی. اینو میخوام عرض کنم، این آدم پسر عموی عبدالملکه، خیلی هم با هم رفیقه، اما تا احساس کرد که مبادا یه دی مرید داشت این عمرو بن سعید، ترسید مبادا معارض باشه با حکومتش، گفت بیا قصر ما. آمد تو قصر، دستور داد تیکه تیکش کردن، قطعه قطعش کرد. مریداش جمع شدن در دمشق کنار قصر عبدالملک به خونخواهی میخواستنش. دستور داد برید بالای قصر، سرشو از بالای قصر بیاندازید پایین، و همینطور که سرو میاندازید پایین پولم بریزید میان جمعیت. سرو انداختن پایین، پولم ریختن میان جمعیت. پولا رو که مردم دیدن متفرق شدن، پولا رو جمع کردن رفت. دنیا این طوری آقا، و کسانی که با اهل بیت هم این طوری رفتار کردن، این آخر عاقبتشون شده.
خب حالا اینو میخواستم عرض کنم راجع به، من معذرت میخوام اگه حاشیه رفتم، میخوام راجع به حفظ روح عرض کنم که چقدر مهم حفظ روح. این عبدالملک سال 66 آمد سر کار، یه سفری آمد به حج، به اطرافیاش بعد که طواف کرده یه گوشه نشست، گفت ببینید اصحاب پیغمبر اینجا تو مسجد کسی هست؟ آمدن یک تجسسی کردن برگشتن، گفتن نه، بودن هنوز اصحاب پیغمبر زنده بودن، مثل جابر و اینا زنده بودن هنوز، سال 66-67 اینا زنده بودن، بلکه تا 100 هم برخی زنده بودن، مثل عرض می شود واصلت ابن اسقع، یه بچه‌ای بوده پیغمبر رو درک کرده، تا بعد از قرنم، بعد از 100 هجری هم زنده بوده. این انس ابن مالک که بعداً اومد هجرت کرده اومده بصره، این 89 فوتش هست، بودن زنده بودن اینا. زید ابن ارقم بوده، جابر ابن عبدالله بوده، عرض می شود ابو سعید خدری بوده، اینا هنوز زنده بودن. برگشتن گفتن کسی نیست تو مسجد الحرام، از اصحاب کسی رو نیافتیم. گفت ببینید از تابعین، اونایی که اصحاب پیغمبر رو دیدن، آیا کسی تو مسجد الحرام هم؟ آمدن یه آقای رو پیدا کردن به نام ابو حازم، ایشونو گفتن عجب امیرالمومنین، گفت من کاری ندارم به امیرالمومنین. گفتن نمیشه، این همینطور که کفشاش دستش بود، طواف کرده بود، آمد پیش عبدالملک. عبدالملک نشسته بود و جستی گرفته بود، نشسته بود، آمد و سلام نکرد به عنوان امیرالمومنینی بهش، خودش امیرالمومنین میدونه، سلام نکرد، همین یه سلامی کرد، گفت چیه، منو برای چی طلب کردی؟ گفت من یه مشکلی دارم، این مشکلم رو میخوام با تو مطرح بکنم، تو حل بکنی، تو آدم پخته ای هستی. گفت چیه مشکلت؟ گفت من هر چی کار خوب میکنم خوشم نمیاد، صدقه میدم، نماز میخونم، مثلا روزه میگیرم، دستگیری میکنم از نیازمندان، کمک میکنم به افراد، هیچی خوشم نمیاد، قرآن میخونم خوشم نمیاد، هر چی هم کار بد میکنم بدم نمیاد، آدم میکشم. نوشته هم رو نگاه میکردم، خیلی عجیبه واقعا، امروز یا دیروز نگاه میکردم، از عقدالفرید یادداشت کرده بوده، یک کسی جو رو میخوام در دستتون بیاد که چه جوی بوده واقعا. ولید ابن عبدالملک در مسجد جامع امویه دمشق داشت خطبه جمعه رو میخوند، روز جمعه، یک کسی بلند شد از وسط جمعیت و بهش گفت که بابا خطبه رو طول دادی، با مردم به خوبی رفتار کنید. گفت اینجایی که تو وایسادی و این حرف رو زدی مستحق این کاری هست که میگن. به یکی از جلاوزه، یکی از عمالش که نزدیک بود، صدایی زد، گفت همون جایی که ایستاده گردنشو بزن، همون جایی که ایستاده، وسط نماز جمعه، وسط خطبه نماز جمعه، بنده خدا بلند شد، گفت بابا خطبه نماز جمعه رو طولانی کردی، چون از روایات استفاده میشه خطبه نماز جمعه رو نباید طولانی کرد. من یادم میاد در این چیزهایی که یادداشت کردیم تحت عنوان الاحادیث الغیبیه، یکی از چیزهایی که در آخر الزمان اتفاق میفته این هست، یطولون الخطبه و یقصرون الصلاه، خطبه رو طولانی میکنن اما نماز رو کوتاه میخونن، این یکی از علائم. حالا داستانی داره که اینها، مثلا حجر ابن عدی وقتی زیاد خطبه رو طولانی کرد، خطبه نماز جمعه رو طولانی کرد تو مسجد کوفه، رفیقم بودن با این، زیاد خیلی رفیق بود، بلند شد رفت یه کناری وایساد نماز ظهرش رو خوند و رفت.
و همین باعث شد که حج رو گرفتن و بردن آوردن شام در مرج عزرا دمشق کشتندش. این طوری بوده. خطبه رو معمولا پیغمبر و امیرالمومنین کوتاه میخوندن. علی ای حال ایشون خطبه رو طول داده بود، گفت که بلند شد گفت بابا طول دادی خطبه رو، وقت گذشته، و یه مقدار نصیحت کرد، همونجا گردنش رو زده. یعنی شرایط و جو یعنی چه جوی بود، جو خفقانی بود، کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه. ایشون گفت که عبدالملک به این ابو حازم گفت من اینطوری شدم، هرچی کار خوب میکنم خوشم نمیاد، هرچی هم کار بد میکنم از کار بد بدم نمیاد. خب از آثار ایمان اینه که انسان وقتی کار خوب میکنه خوشش میاد. ماه رمضان خوب این روایت رو بخونیم، فرمودن که لصائم فرحتان، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الله. انسان روزدار دو مرتبه خوشحال میشه، یه وقت وقت افطاره، بالاخره تشنه است، گرسنه است، هم اطاعت خدا رو کرده، هم الان یه آبی میخوره، یک شربتی میخوره، یه غذایی میخوره، بهش میچسبه این غذای به انسان گرسنه، و یک شادی هم عند لقاء الله هست وقتی خدا رو ملاقات میکنه. چون از سومولی و انا اجزابه او اجزی علی، دو جور نقل شده، من خودم جزای روزه هستم یا خودم جزای روزه رو میده. انسان از کار خوب خودش خوشش میاد. گفت من هرچی کار خوب میکنم خوشم نمیاد، هرچی کار بدم میکنم ناراحت نمیشم. گفت من میدونم مشکل چیه. گفت چیه مشکلم؟ گفت بیماری دو حالت داره. یک وقت بیماری یک بیماری است که میشه معالجه بکنی، پزشک دارو میده میگه میشه معالجه. یه وقتم به صاحبان مریض میگه آقا کار این تمامه، این بیماری همه وجودش رو گرفته میکشدش، یکی دو روز دیگه بیشتر زنده نیست. تو از نوع دوم هستی. اینطور گفت، گفت الان تکامل فیک موت القلب، مرگ روح در تو کامل شده. من تعجب کنم با چه جرأت این رو گفت. گفت الان تکامل فیک موت القلب، مرگ دل در تو کامل شد. پناه میبریم به خود. این که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که یه عده‌ای هستن تو جامعه کلمیت بین الاحیاء، مردگانی هستن که میان مردم جم میخورن. یه عده اینطوری هست، مردن اما جم میخورن. این بدن اسکلت حرکت فیزیکی داره اما روح مرده است. همون طوری که آب روایت دارد، آب در سنگ سخت و صخره اثر نمی کنه، هرچی آب میرزه روی سنگ اثر نمی کنه. لا تؤثر الموعظ فی قلوب قاسیه، موعظه در دلی که سخت شده اثر نمیگذاره، هیچ اثر نمیگذاره. علی ای حال روح رو بایستی آقا حفظ کرد. یکی از برکات این مجالس و حضور تو این مجالس برای همینه که انسان یه مقدار رقت روح پیدا بکنه، رقت روح پیدا بکنه. حالا با یا با شنیدن کلمات حکیمانه اهل بیت علیهم صلوات الله، یا فکره، یا یه قدر گریه کردنه، اشک ریختنه. این اشک ریختن، حالا میگن ما ملت گریه ایم، بله ملت گریه ایم. آقا گریه امروز ثابت شده نفع زیادی داره. بله خندیدن هم خوبه، ما منکر خندیدن نیستیم، در اسلام اسلام نهی نکرده از خندیدن. اتفاقا در روایت وارد شده از امام صادق سلام الله علیه، کثرت المزاح فی السفر من غیر ان یسخط الله،
تو سفر انسان مزاح بکنه، اما سخط خدا درش نباشه، آبروی کسی رو نبره، غیبت کسی رو نکنه، چه اشکالی داره؟ مزاح عیب نداره، خصوصا در سفر که خسته نشه انسان. با خندیدن و مزاح کردن، اسلام خندیدن و مزاح کردنی که آسیب نرسونه اسلام مخالف نیست، اما گریه هم فواید خودشو داره. گاهی دو تا قطره اشک چشم یک نشاط درونی برای انسان به وجود میاره که این نشاط درونی رو خنده ها به وجود نمیاره، انسان رو سبک میکنه گاهی چند تا قطره اشک. این طوره واقعا. علی ای حال همین طوری که حفظ و صحه لازمه، حفظ روح هم لازمه، سلامتی روح. حالا چیه؟ حدیث رو بخونم. آقا موسی بن جعفر به هشام بن حکم فرمود اگر میخوای روحت سالم بمونه و اگر میخوای که دینت سالم بمونه، تضرع کن در پیشگاه خدا که عقلت رو کامل بکنه. معلوم میشه یکی از راه‌های کمال عقل طلب از خداست. ما عقل داریم به حمد الله، اما این عقل کمالی داره. کمال عقل وقتی در انسان پیدا شد، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، انسان دیگه بنده میشه. لذا خدای متعال در آیات کریمه قرآن مجید میفرماد لعلکم تعقلون. اینا رو ما بیان کردیم که تعقل بکنید، به عقل برسید. پس حفظ و صحه همونطوری که لازمه، حفظ سلامتی روح هم لازمه. راهکار این که انسان روح رو سالم نگه داره، یکیش حضور در همین جلساته، این جلسات برکات و آثاری داره، و یکیش هم از خدا درخواست کردنه. از خدای متعال انسان بخواهد که خدای متعال عقلشو کامل کنه. فلمود عبارتو بخوانم، فلیتضرع الی الله فی مسئلته، با تضرع. حالا انسان گاهی گریه میکنه، گاهی گریهش یک حالت به اصطلاح التماسی هم درش هست، اونو میگن تضرع. فلیتضرع الی الله فی مسئلته به ان یکمل عقله، عقلش کامل بشه. عقل که کامل شد آقا دیگه همه چیز درسته. عقل که کامل شد هم دین انسان درسته، هم دنیای انسان درسته، از خدای متعال میخواهیم در این شبها و لیالی ماه مبارک رمضان به ما توفیق عنایت کند که انشاءالله عقل ما کامل بشه. شاید بهترین دعا در این ماه مبارک رمضان این است که انسان از خدا بخواد عقلش کامل بشه. اللهم ارزقنی کمال العقل انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. آقازادش حضرت علی اکبر آمد گفت بابا اجازه میدی؟ استأذن فأذن له. راجع به قاسم برادرزاده یه تأملی کرد، ابا ان اذن له، اما تا علی اکبر استأذن فأذن له. چرا؟ چون خیلی محبوب علی اکبر. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. علی رو خیلی دوست داره، زود اجازه میده برای خدا. گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست.
اما همینطوری که آزم میدان شد نظر الی نظر آیسم دیدید گاهی که پسر میخواد مسافرت بره عجله میکنه پدر یا مادر میگه بابا پسرم عجله نکن بذار ما ببینیمت خوب. اینو در قالب نظم ریخته این شاعر. ای جگر گوشه من ای پسرم چشم بکشا و ببین چشم ترم مرا این گونه من آخر پدرم نه همین از پی خود می کشیم ای مسیحا نفسی می کشیم آمد تو میدان جنگ اینقدر مؤدب این بزرگوار شهدا صدا می زدن امام حسین اما امام حسین رو دلداری داد صدا زد بابا علیک من السلام قد سقانی جدی به کس نوفایم شربت لازم و بعدها بدام و به یدهی کسون مزخورتون لک و یقول علاجل علاجل بابا دیگه قصه تشنگی من رو نخور بابا جدم سیرابم کرد قاعدتاً بایستی امام حسین زودتر رسیده باشه اما از عبارت ها استفاده میشه زینب خودشو زودتر رسونه فاکبت علی خودشو انداخت رو بدن علی امام حسین با خواهر چه کنه میان سپاه با اکبر چه کنه دست زینب یا سر زینب رو گرفت از روی بدن علی بلند کرد زینب رو به خیمه برگردان آمد نشست کنار بدن علی خونه ها رو از لبهای علی پاک فوضع خده على خده نمیدونم چرا امام حسین خونه ها رو پاک کرد شاید میخواست ببینه علی میتونه تکلم بکنه تو نگفتی سخنی هرچه تو را بوسیدم نگوشودی لب خود هرچه صدایت کرد علی دنیا بعد کلافا صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله بسمک الاعظم یا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته خدای ما رو جز عزاداران امام حسین قلمداد کن
اون لحظات پایانی آقا رو به فریاد هممون برسون، بیماران رو لباس عافیت بپوشون، این جمع رو حاجت روا بفرما، قلب مقدس آقا امام زمان رو از ما راضی نگه دار، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما به حق محمد و آله.